سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید چالنگی هستم، همچنان از استودیوی مرکزی ایران فردا در لندن با شما خواهم بود. در ساعت پیش رو نگاهی میاندازیم به آنچه که در عرصه داخلی ایران میگذرد. تجمعات اعتراضی معلمان ایران به کجا کشیده شد و به چه نتایجی رسیده است تا کنون، و آنچه که آیت الله خامنه ای در برابر گروهی که رسانه‌های خبری دولتی معلمان نامیدند اظهار داشت، حملات تازه او به آمریکا در برابر معلمان یا گروهی که به عنوان معلمان نامیده شدند. آن سوتر واردات آب در ایران. ایران چرا نیازمند وارد کردن حتی آب از خارج شده است در حکومت فقیر؟ و در کنگره آمریکا در ارتباط با برنامه اتمی جمهوری اسلامی در روزهای اخیر چه گذشته و قرار است چه تصمیمات تازه‌ای اتخاذ شود؟ در منطقه وضعیت حکومت سوریه چگونه است و در یمن دخالت‌های حکومت ایران به چه نتایجی رسیده و چه پیامدهایی برای ایران و مردم ایران داشته و احتمالاً خواهد داشت و خبرهای دیگر. با من و شما هستند در استودیو آقای علیرضا نوری‌زاده و در واشنگتن آقای محسن سازگارا. با شما و در کنار شما عزیزان هستیم تا لحظات دیگر. آقای نوری‌زاده عزیز خوش آمدید، یا هر دو به استودیو خوش آمدید. درود بر شما جناب چالنگی عزیزم، درود به دکتر سازگارای عزیز و به همه بینندگان تفسیر خبر در ایران فردا. و آقای سازگارا در واشنگتن، سلام به شما. من هم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای چالنگی، آقای دکتر نوری‌زاده عزیز و همه بینندگان گرامی از واشنگتن آفتابی و هوای دلانگیز بهاری که اینجا پیدا کرد. خب آقای سازگار، من همینطور جواشکی به شما اطلاع بدم که فقط وقت سفر و اومدن آقای نوری‌زاده به واشنگتن نیست که کراوات برای من و شما میارن در اینجا. هم امروز صبح آقای نوری‌زاده کراوات جدیدی برای ما آورده بودن و همین کرواتیست که میبینید قابل شما رو نداریم، اختیار داریم. و من هرچم گفتم که پس سهم آقای کرواتی رو هدیه از یکی از دوستان خیلی خوب که با ایران فردا همکاری میکنه گرفتم. بیننده هم غریب نیستن، گفتم پس سهم آقای سازگارا چی؟ گفت ایشون هم هر وقت اومدن لندن نه نمیدن. یعنی در واقع یه جوری به من اطمینان شاید نداشتن که گرفت. آقای نوری‌زاده بزنید از اینجا شروع کنیم. یک اتفاقی که اتفاق نه این جریان انتخابات انگلیس اشاره نکردیم در مقدمه، نتایجش خوب دیگه مردم همه میدونن، روز گذشته بود، از طریق بخش‌های خبری ایران فردا هم شنیدن نتایج انتخابات. اما یک نکتهش برای من جالب است، این انتخابات حوزه ها رو من یکی دو تا گفتم برنامه قبلی رفتیم سر زدیم دیدیم به چه شکل. انتخابات در این کشورها به این شکل هست، در کشورهای مثل ایران واقعا چه نیازی به انتخابات هست به این شکلی که دارن برگزار میکنن؟ که نماینده ها اول دستچین شدن، بعد انتخاب بین بد و بدتر،
بدون هیچ برنامه‌ای برای حل مشکلات کشور، بدون همش شعار، چه نیازی هست انتخابات وقتی شکلش؟ اجازه بدید چون من رفتم رأی دادم یه توضیح اینجا بدم. از 4-5 ماه قبل، غیر از تبلیغاتی که در رادیو تلویزیون مطبوعات اینا هست یه زمانی داره و اظهاراتی که رهبران احزاب میکنه، کاندیداهای منطقه من نامه برای من مینوشتن، خیلی هم با احترام اسم منم بالاش مینوشتن مشخصات. ما چنین برنامه هایی رو داریم و بسیار علاقمندیم شما رو در جمع کسانی ببینیم که به من رأی میدن، هر کدوم نماینده محافظه‌کار، کارگر، حزب سبز، حزب ناسیونالیست بریتانیا. و خب شما نگاه میکنید برنامه رو میخونید، بعد کارنامه اون نماینده رو که میخواد دوباره انتخاب بشه بررسی میکنید، یه روزم پا میشید مثل دیروز صبح در خدمتتون بودیم، وقتی رفتیم 5 دقیقه طول کشید. من اونجا رفتم اسمم رو گفتم، کارتم رو نشون دادم، یه برگه به من دادن، بنده رفتم اونجا، اسم 5 تا کاندیدا نوشته شده بود، من با اون کسی که میخواستم زبدر زدم، رأی داد، انداختم تو صندوق رأی. رأی منم دیشب اعلام شد، یعنی مجموع آرا رو اعلام کرد. حالا در جمهوری ولایت فقیه اولا انتخابات خیلی پرهزینه است، یعنی یه نفر که میخواد نامزد بشه شما چه خرجایی میکنه دیگه، در همون فیلم مارمولک یه نمونهش رو مشاهده میکرد، باید بره پول خورش بده، چیزی رشوه بده، چیکار کنه، با شرط ها بسازه که چیه میخواد بره تو مجلس. بعد چرا بره تو مجلس؟ چون یه محمد رحیمی پیدا میشه، محمد رضا رحیمی میلیاردها تومان پول رو بین اینا تقسیم میکنه که از احمدی نژاد حمایت کنه. آقای چالنگی، ما یه جای دیگه هستیم. همین ملتی که امروز جمهوری ولایت فقیه رأیش رو به هیچ اعتباری نمیگیره و تو انتخابات سال 2009 دیدیم 88، این ملت در زمان مشروطه مخبر السلطنه هدایت میگه می اومدن میگفتن شبا براشون کلاس کنستیتوسیون گذاشته بودیم، مشروطه درسشون میدادیم، نمایندگان اصناف، کارگرها، فلان همه توی مجلس اومدن و مردم میرفتن رأی میدادن. ببینید جامعه ایران 100 سال عبور کرده از اون مشروطه، برگشته دوباره به عهد قاجار، مجلس مشورتی ممدلی‌شاه همون بساط داره میشه دیگه، نمایندگانی که نشستن اونجا فقط به فکر منافعشون، به به مقام معظم رهبری، تموم شد، اصلا عین خیالشون نیست الان در منطقه چه اتفاقایی داره میفته. همینجوری شعار میدن باد به قبقب، پایتخت چهارمو گرفتیم، پنجمیرم میگیریم، تو این خیالات. متاسفانه آن چه ما در ایران داریم حتی تئوکراسی هم نیست که بگیم حکومت فقط دینی، نه، حکومت دینی اوباشیه متاسفانه آن چه در ایران. آقای سازگار به طور مختصر بفرمایید که ببینید خیلی ها میان و میگن سر انتخابات در ایران که 4 سال به 4 سال هست، هر چه که هست به هر حال نه تمرین دموکراسی هست، حالا تمرین دموکراسی تو دموکراسی تمرین لازم داره یا چگونه است بماند، ولی فرض کنیم همین تمرین فوتبال در یه زمین پر از سنگ و کلوخ و اینها، خب یه زمینه رو میشه یه خود مسطحش کرد، یه چمنی، حالا نه درجه یک. این تمرین دموکراسی بدون حداقل 4 تا حزب آزاد مگه میشه و چه لزومی هست و آیا همین هست؟ و الان هم که میبینیم همین امروز باز تو ایران صحبت پولهای کثیف بود که در انتخابات هست. والا بین وجوه مختلفی که دموکراسی رو موندگارش میکنه، اگر دموکراسی رو نظام معین حکومتی کنیم که در اون مردم میتونند حاکمین رو انتخاب بکنند در هر سه قوه، در واقع مجریه، قضاییه و مقننه، و به کار اونها نظارت کنند، انتقاد کنند، هر وقت هم نخواستند عوضشون بکنن با ابزارهای قانونی، این سه شرط انتخاب، انتقاد و عزل در دموکراسی، برای اینکه این سه شرط محقق بشه ابزار مناسبش صندوق رأی، و صندوق رأی
دیدیم که مثلا در مورد جدایی اسکاتلند از انگلیس چقدر خوب حتی اختلافات رو حل میکنه. ولی برای اینکه این صندوق رأی موندگار باشه، بماند و بلا اثر نشه مثل ایران، یا یه شورای نگهبانی دستچین بکنه هر کیو که دلش میخواد، اونم با نظر شخص دیکتاتور، شخص رهبر، و عملا انتخابات قلابی برگزار بشه یا تقلب بکنن یا غیره، یه پیش شرط هایی لازم داره، مثل احزاب آزاد، مثل نهادهای مدنی آزاد، مثل مطبوعات آزاد. ولی از بین این پیش شرط ها که مفصل بحث طولانی است، من فقط یک نکته رو میخوام دست بگذارم که آقای دکتر غنی نژاد و آقای دکتر طبیبیان در اون کتاب بسیار خوب آزادی خواهی نافرجامشون این وجه رو که شاید کمتر بهش پرداخته شده باز کردن که چرا 100 سال ما دلمون میخواد که انتخابات آزاد داشته باشیم، دموکراسی داشته باشیم، و نمیشه. از منظر اقتصادی نگاه کردن و به درستی انگشت گذاشتن که یکی از پیش شرط های قطعی این اقتصاد آزاده، باید منابع پولی و اقتصادی هم دست مردم باشه. یعنی نمیشه یک دولت نفتی رانتیر همه منابع اقتصادی در کنترلش، 44% اقتصاد کشور اصلا از شمول هر بازرسی و مالیاتی معاف باشه، یک سره دست شخص رهبر اعوان و انصار سپاه و غیره باشه، تازه بقیهش هم دست دولت باشه، اکثریت مردم نوخور دستگاه های دولتی و شبه دولتی و حکومتی باشن، بعد انتظار داشته باشیم که بتوانند اعمال حاکمیت بکنند. شرط یکی از شروط مهمش که مقفول افتاده، به خصوص با سیطره افکار چپ در کشور ما کمتر بهش پرداخته شده، این است که از مقدمات لازم دموکراسی اقتصاد آزاده، اقتصاد مارکت اکونومیست که در اون مالکیت محترم باشه. محترم بودن مالکیت یکی از اون پیش زمینه های محترم بودن اراده مردم در رأی. حالا ابعاد دیگه هم هست، ولی من فکر کردم این یه نکته رو که کمتر بهش پرداخته شده و در اون کتاب خیلی خوب و محققانه این دو اقتصاددان ما توضیح دادن، از نکاتی است که باید گفت. و متاسفانه بسیاری از کسایی که سنگ آزادی رو به سینه میزنن در ایران، از مخالفین و کسانی که حتی زندان میرن میان، کمتر به این نکته توجه کردن که چرا آزادی انتخاب در بخش سیاسی یکی از ملزومات جدیش، یکی از پایه‌های جدیش آزادی انتخاب در عرصه اقتصاد. یعنی همه اینا به همدیگه مربوط هست و مربوط میشه به نفع و عوامل دیگه حتما. اما آقای نوروز ببینید، روز گذشته تجمع اعتراضی معلمان بود، پنجشنبه 17 اردیبهشت. خواستای معلمان معلوم، حرفایی که میزن، تعدادی هم در تهران و شهرها بازداشت شدن. آقای خامنه‌ای یه روز قبلش یه گروهی، حالا معلم هستن نیستن اطلاع دقیق زیاد نیست، چند تا معلم و قاطیشون رفتن نشستن اونجا، به جای اینکه بیان ببینن، برن از معلم ها بپرسن که چی میخواین، چی نمیخواین، خواستهاتون چیه، آقای رسول بداغی و بقیه مثلا نشستن در اونجا، تازه حرفایی زدن که به معلم ها مربوط نیست، با همون ادبیات. موافق هستین؟ گوشه شما مطمئنم در برنامه‌تون پخش کردید یا خواهید کرد. میبینیم آقای خامنه‌ای چه گفتن. ملت ایران مذاکره زیر سایه تهدید رو بر نمیتابه. چرا تهدید میکنن؟ چرا غلط زیادی میکنن؟ میگه ما اگر چنین نشود، چنان نشود، ممکنه حمله نظامی به ایران بکنیم. اولا که غلط میکنید،
خب حالا این ادبیات و این سالها و مرگ بر آمریکا و اسرائیل به کنار، سوال اینه که مگه همین معلم ها جزو ملت ایران نیستن؟ معلم هایی که هرچی من و شما میلیون ها مثل من و شما داریم از معلمان نازنین هست، رسول و بوداغی و بقیه این معلمانی که دیروز اعتراض کردن جزو ملت، این کدوم ملته آقای خامنه‌ای رجوعی صحبت؟ آقای خامنه‌ای اصلا نمیدونم جوک میفرماین، ایشون میگن که بله تهدید کن غلط میکنه، این طرز حرف زدن یه رهبر یک کشوری که رهبر اسلامی هم هست، یعنی میگه من مسلمانم، این طرز حرف زدنش. این بنیاد چون آقای خمینی در بهش ذره گذاشت دهن دولت میزنه، ایشون هم همینجور مرتب دارن غلط میکنه، آمریکا خیلی غلط میکنه، دستش اینجوری بلند کرد 8 کشتیتون برگشت، یعنی آمریکا خیلی غلط رو میتونه بکنه. و نکته‌ای که برای من خیلی تعجب آوره که ایشون از یک طرف آقای ظریف و فرستاده جام زهرم گذاشته جلوش، جوره جوره داره سر میکشه، بعد از یه طرف هم جلوی ملت این دعا رو اومدن. این اصلا برای من غیر قابل تصوره که یه رهبری لبه گور پایان خط عمرش بیاد و با مردم اینجوری حرف بزنه، اونم با معلم ها. حالا گیرم به قول شما تعدادی از این معلمان معلمان تعلیمات دینی وابسته به رژیم بودن، اینایی که بله توشون 4 تا آدم حسابی هم بود، 4 تا هم بودن که حالا البته این جمعی که شعار میدادن شروع کردن، تا آقای خامنه‌ای هم کیف میکنه وقتی بله هیچ غلطی نمیتونم بکنم، هورا زنده باد الله اکبر خامنه‌ای رهبر، مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل. شعارهای پرهزینه ای نیست، خش بود پول اینا رو اون بچهای خیابون خواب نمیدن. 25 سال آقای خامنه‌ای این شعارها رو ادامه داده، حداقل خمینی که رفت یه نقطه‌ای بعد میگفت تموم شد دیگه، اون دوره تموم شد، شما انقلاب مصر رو دیدید، بعدش اتفاقی افتاد، دیدید سادات اومد چه تحولاتی مهم. شد. ولی در ایران مثل که همین مرغ یه پا داره از روز اول، مرگ بر آمریکا، بعد میرن با امریکا هم میشینن. آقای ظریف میره با اون بیادبی، البته جلو خانم وندی شرمن مدلی که ایشون نشست، من گفتم واقعا آقای ظریف یه دیپلمات تحصیل کرده آمریکاست، این مدل چارواداری که حالا جلوی یه بانو بشه. نه این ملت کیه؟ این ملتی که میکنم میگم اینا رفتن صحبت میکنم، بعد آقای خامنه‌ای میاد، واقعا کدوم ملت؟ ملتی که درمانده شده، ملتی که از هر طرف دزدی و کثافت مملکتشو گرفته و نمیدونه چی کار بکنه، ملتی که حالا باید بشینه تا ماه ژوئن ببینه که اینا امضا بکنن که شاید فرجی حاصل بشه، پنجره ای باز بشه. یک نظامی که از پایه رو دروغ، بر پایه یه دروغ بزرگتر به نام انقلاب، این انقلاب نبود، محسن خاتمی همیشه میگه کودتای خمینی و راست میگه، کودتا بود. این اگر یه مقدار بی ارزگی مسئولان رژیم گذشته نبود و یه مقدار خب اون بازی توده‌ای ها، این کودتا آقای خمینی به جایی نمیرسید. متاسفانه ما یه بختی به نام بختیار داشتیم، رها کردیم اومدیم تصمیم به این رژیم، حالا هم هزینه‌شو داریم میدیم. اما این نسل جوان گناهی نداره که خطای ما رو، شما رو نمیگم خودمو میگم، باید هزینه‌شو این جوونا بدن. خب ببینید آقای معلم‌ها بدن، آقای سازگار راه ساده و میونبر، البته بینندگان به من خواهند گفت که بعد 37 سال چه حرفایی میزنی، چه انتظاراتی داری، ولی آیا واقعا نمیشه به جای این حرفا، این شعارها، این کارها، این 95 میلیارد دلاری که اونجا یه قلم زیر نگین آقای خامنه‌ای هست، حداقل کار اینه که بشینن 4 نماینده معلمان رو بخوان بگن مطالباتتون چی هست؟ نمیشه این کار کرد واقعا؟ چرا؟ چه انادی هست با اون بخش عظیم ملتی که بخش بزرگیش معلمان ایران هست؟ چه انادی هست؟ آقای رسول بوداغی چه انادی هست؟ این دستگاهی که میگه نماینده الله بر زمین هست و ابرقدرت من ده، این حرفایی که بینندگان بهتر از من میدن، چه انادی هست؟ به جای رسیدن به درد مردم، خواستگاه این اناد با معلمان، کارگران، بقیه چی هست؟ از کجا میاد؟ والا اول اجازه بفهمید من یه خاطره ای رو که پسر یکی از دوستان من، شاگرد اول کنکور بودش، نقل میکرد رو خدمتون عرض کنم.
اون سالی که شاگرد اول کنکور شده بود میگفتش که وزارت علوم ما شاگرد اولا رو همه رو جمع کرده اشتهای مختلف و بردنمون به رهبری. یه مثلا 200 آدم بودیم، 100 تا 150 تا نشونده بودیم، دو ساعت هم اینجا بشینیم تا نوبت به تا آقا بیاد. میگه نزدیکی های مثلا نیم ساعت مونده بود که به اون دو ساعت یک مرتبه به قاعده چند تا اتوبوس بیشتر از جمعیت ما جوون آوردن ریختن توی همون حسینیه و اینا شروع کردن شعار دادن رهبر بیا، یکیشون گریه میکرد دختر پسر، و میگه ما که در واقع شاگرد اولای واقعی بودیم ماتمون برده بود، اینا از کجا اومدن صفای جلو رو گرفتن شعار دادن با هیجان با جلو دوربین تلویزیون آقای خامنه اومد صحبت کرد و ایشون که رفت اینام رفتن و ما هم همینجوری هاج و باج موندیم تو اون صفوف عقب مثل کره شمالی و جایی که از این کارا زیدن. یعنی دیکتاتورها این داخل ها رو یاد میگن. اتفاقا این جوان که بسیار باهوش هم هست شاگرد اول بود میگفت من فکر میکنم با همون سن 18 سالگیش اینو نقل میکرد، میگفت من فکر میکنم این آقای خامنه ای غیر از این که حالا جلو دوربین نمایش رو درست میکنن احتیاجم داره که یه عده بیارن اینجوری برای شعار بدن و باور کنه که واقعا مثلا دانشجوهای شاگرد اولای دانشگاه ها مثلا اینجور محبوب توشون. بنابراین من واقعا به این جمعیت هایی که اونجا میرن از نظر من معلم واقعی و زحمتکش رسول بداغی است که در زندانه. معلمایی هستن که دیروز در سراسر کشور در ده ها شهر تهران و ده ها شهر تجمع سکوت برگزار کردند با آرامش کامل و یه خواسته ساده هم داشتن که آقا معیشت ما رو برسید، ما رو بیارید بالای خط فقر. شما رو به خدا ببینید معلم خواستش در مملکت ما این است که دستمزدش بیاد فقط بالای خط فقر و تبعیض بین ما و سایر کارمندهای دولت رو بردارید، این نظام رتبه بندی که مطرح شده غلطه. و با هوشیاری هم آقای چالنگی معلمین تجمع سکوت برگزار کردن، برای اینکه در همین صحبت آقای خامنه‌ای شروع کرد در واقع همون روشی که همیشه دارن، مارک زد به معلم‌ها، گفت دشمن سوء استفاده میکنه، این کد یعنی اینکه نیروهای امنیتیش حمله کنند و معلمانو به اسم اینکه با دشمن همدست شدن، دشمنم یعنی من و شمایی که احتمالاً ممکنه خبر تجمع معلم‌ها رو از همین تلویزیون ایران فردا بگیم یا روزنامه نگاران آزاد دیگری که در خارج از ایران میتونند اطلاع رسانی بکنند، از دید آقای خامنه اینها در رأس دشمنه، چون تو همین صحبتش هم ایشون میگه. و واقعا من دلواپس بودم که این کدی که آقای خامنه‌ای داده همه سرکوب خوشبختانه معلمین با هوشیاری تمام دستورالعملشون قرار دادن به اینکه تجمع همه جا سکوت، فقط پلاکارد دستشون گرفتن و البته تعدادشون رو برابر اخباری که تا الان رسیده احضار کردن، چند ساعتی بازداشت کردن، ولی به هر حال توانستن تجمعشون برگزار کنن. و اینی که شما میگید کاملا درسته، آقای خامنه‌ای توپ رو تو زمین دولت انداخت که فکر کرد مثلا به معیشت اینها هم رسیدگی کنید. یکی نیست بگه آقا شما اگه نمیدونی وای به روزگارت، اگه میدونی این بودجه مملکت، این بودجه دولت، این منابع پولی دولت، دولت توان این که بتواند حقوق و دستمزد بالا ببره نداره، درآمد نداره دولت، دولت نفتش که بریده شده، مالیاتش که انقدره، و به عنوان یه دستگاه شما اگه راست میگید یا 95 میلیارد دلار زیر دست یکی از سازمان‌هایی که زیر دستته، همین مقدار یا بیشتر فقط شرکت‌های وابسته به سپاهه، بیا اینا رو بگیر ملی کن واگذار کن به ملت، پولش رو بده به معلم ها، یا سهام اینا رو بدید به معلم ها که کمک خرجشون باشه. ولی نمی‌کنن این کارها چالنگی. برابر بحث قبلیمون در واقع این ثروت متمرکزی که دسته بیت رهبری و اعوان و انصارش هست یکی از پایه‌های این قدرت دیکتاتوری است، یکی از پایه‌هایی است که با اون نه فقط یه میلیارد همین دو روز قبل به سوریه کمک میکنن و پول میرسونن برای تروریست کارهای تروریستیشون در منطقه، بلکه این اون ابزاری است که باهاش همون لباس شخصی‌ها رو
تجهیز میکنن میندازن به جون همین معلم ها که کتک بزنن یا مردم رو تو خیابون سرکوب کنن و یا اعوان و انصاری که شاید چند صد هزار نفر دور این بساط سینه چاک میکنن و نگهدارنده تخت و تاج و قدرت این آقای خامنه هستن. بعد حضرتشون به نظر من اون حرفی هم که راجع به هسته‌ای میزنه در واقع این هم سبت خوردن آقای خامنه ای من روانشناسی ایشون دست اومده هر وقت که خیلی میخواد جام زهر بخوره شروع میکنه جیغداد کردن علمیه به اون حتما خواهیم رسد آقای سازگارم این حرفاش هم به نظر من فقط از زور در واقع اینیست که زور داره بهش میاد و ناچاره که بپذیر. بله حالا در بخش هستی به اون میرسیم اما یه قلم مداد اگه دارید اگه این حساب تقسیم کنید 95 میلیارد نو تا صفر داره دیگه نه؟ بله هم دلار یعنی ضرب در دلار بله بعد اون وقت تقسیم به جمعیت ایران بکنید که حدود 80 میلیون و یه نفر اون یه نفر هم خود آقای خامنه‌ای بله تقسیم کنیم ببینید همین امروز میشه با این 95 میلیارد دلار فکر کنم 1000 دلار خورده ای دست مردم رو بگیر همون یه میلیاردی که به سوریه دادن ملت ایران مستحق نبود برای یه میلیارد 13 میلیارد 14 میلیارد که بلافاصله تبدیل به گلوله میشه و بشار اسد بره اونجوری کشور رو نابود کنه من یه فیلمی از کوبانی دیدم نمیدونم دوستان والا دارن یا نه یه فیلمی از آسمان گرفتن از کوبانی بله شهر آباد بله. کردنشین تبدیل به چی شده و آقای خامنه‌ای نقش مؤثر داره یعنی ایشون دست در دست بشار اسد و آقای پوتین هر جنایتی که در سوریه میشه صحیح داره حالا به اون مسئله برسیم به پوتین هم میتونیم برسیم که بالاخره میگیم پوتین دنبال این هست که یک ابرقدرتی بشه بله جای دیگه بعد دیپلماتیک هم عمل میکنه یا هر چیزی که هست اما اینا هست معلم رسول بوداغی زندان و بقیه آقای عبدی رو بردن گفتن بله. استعفا بده کانون معلمان دیگه نیستی از و بقیه دوشنبه مفصل راجع به این موضوع صحبت کنیم که معلمانو اما عوضش اگه یه جاهای آدم میدید آباده و عمران هست خب میگفتیم این به اون در خوشحال میشه یعنی ایران درست کشور کم آب محتاج وارد کردن آب شده حکومتی که با این شعارها اومد که ما وابسته هستیم و با آمریکا وابسته هستیم اونجا وابسته هستیم فلان اومد الان ایران از برقتون قرار... مجانی میکنه آبتون مجانی میکنه این آب چجوری هست قضیه این قرار به قول آقای خمینی کربلا بشه ایران و هر روز هم عاشورا بعد از جنگ ایران و عراق شیخ حمد که اون وقت ولیعت قطر بود اومد به ایران ضمن پروتکلی که با هم امضا کردن یکیش هم رساندن آب رودخانه کارون به قطر بود نه در اون وقت سر و صدا شد و از اون طرف هم قطری ها در برابر فشار همسایگانشون که آقا شما دارید رشته حیاتتون رو میدین دست ایران نکنید بعد شیخ ناصر نخست وزیر کویت اومد بعد از آزادی کویت و تشکیل دولت جدید و غیره ایشون هم اظهار علاقه کرد که آب کارون یه مقدار به کویت فرستاده بشه برای اینکه از این آب شیرین کنا که استفاده میکنه خب آب خیلی خوشمزه و خوشطعمی است یعنی در اون زمان حتی بعد از جنگ ما اینقدر آب زیاد داشتیم که میتونستیم صادر کنیم زاینده رود خوش شد که حالا به چه ضرب و زور به یه مقدار آب ریختن توش کارون رو تمام این نخلستان های عرب های ایرانی خوش شد دیگه بهشون آب ندادن و شما خودتون اهل لرستان هستی اهل بختیاری هستی میدونید که این رشته های فرعی تمام اون مناطق آبیاری میکنه خوزستان بله تمام مناطق ما... رشته های کرخکور و بعد از اون رشته های مختلف خود کارون در کارون منطقه بل... بختیاری و اینا میمد و اونجا رو آبیاری میکرد ولی الان دچار خشکی شده آلوده شده و متاسفانه چون در مملکت ما یک سیستم نظارتی و سیستم بازرسی درست نداریم مثلا میگن هر کدوم از این آقایون اومدن یه رشته کشیدن که اون مزرعه خودش یا روستای خودش رو آبیاری کنه فکر نمی کنه که این کار چه لطمه‌ای به سرچشمه آب میزن و چقدر آبهای ایران میره تو عراق هدر میره که ما میتونستیم از اینا استفاده کنیم متاسفانه آقای چالنگی ببینید به کرات گفتم باز هم میگویم
رژیم جمهوری اسلامی از تشنگی حسین در کربلا میگه بعد 1400 سال. دردناکه که بلوچ ایرانی تشنه باشه، دردناکی که در خوزستان تشنه باشه، یزدی تشنه باشه، اصفهانی تشنه. آخه این چه مملکتیه؟ این مملکتی که بالاخره انقدر فرید خاطرم یه چیزایی یادش میاد از ناراحت میشه. اون پدر و پسر محمد رضا شاه علم می‌نویسه امروز باران آمد اعلیحضرت چقدر شادن، یعنی میدونست آب چه نقش مهمی در مملکتش داره. بسیار اشاره کرده برای زارعش، برای کارگرش، برای مردمش. ولی رژیمی که میخواست آب ایران رو بفروشه، بعد کارهای دیگه کرد و روستایی‌ها رو محروم کرد. ببینید هر نقطه‌ای رو من دست میذارم با یه مجموعه روبرو میشم که اصلا براشون ایران مهم نیست، اصلا ملت ایران برای اینا اصلا اهمیت نداره، آنچه دارن برای خودشونه. بعدم همشون یه حساب کتاب خارج با درست کردن، حالا اخیرا نیوزیلند دارن میرن سرمایه گذاری، بعد نیوزیلند و طرفای دامادا و آقازاده ها و خانمزاده ها و نوه ها رو میفرستن اونجا، بالاخره برای آینده شون دارن حساب کتاب باز میکنن. چون میدونن، خودشون هزار بار میگن الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. باورم دارن؟ باور ندارم، ولی برای دارم میگه اینو به هیچی باور ندارم. در عمل میدونن که آقای چالنگی، من سوگند یاد میکنم به شرافت این قلم در جمع مسئولان جمهوری اسلامی، اینایی که آدم کشی میکنن و جنایت و غیره، این مجموعه شون یک نفر نیست که با خلوص نماز بخونه، اعتقاد داشته باشه. چون شما اگر به یک ابسط و ساده ترین بدیهیات دین و اخلاق اعتقاد داشته باشه این کارو میکنی. سعید مرتضوی رو تبرئه میکنی، اون قاضی که این کارو کرده به خدا اعتقاد داره، نمیدونه این جریان تجاوز یک خبرنگار عکاس ایرانی رو چیکار کرده، نمیدونه این در کهریزک سرای مردم و در کنار دخترها داده بهشون تجاوز کردن، اینا رو نمیدونه، تبرئه میکنه. بله، حالا این نکته ای که میگی، من فقط یه خاطره بگم. کسی به من میگو علی آقایی بود در خداوند رحمتش کنه بر اعتقاداتی که داشت، در 400 دستگاه فرآباد، من به مناسبت اونجا بودیم ایامی رو در بعد از انقلاب، با اعدام هایی که شد و اقداماتی که شد، آدم بسیار مذهبی متدینم بود، میگفت من مطمئنم آقای خمینی اعتقاد کامل داره به اینکه خداوندی وجود نداره، از این نظر ایمان داره، برای اینکه کارهایی که میکنه با دین ایمون من و بقیه مسلمانایی که هیچ همخوانی نداره. اعتقاد ایشون بود. شما یادتونه قبل از انقلاب آقای چالنگی، آدمهایی رو که ما میشناختیم به عنوان آدمای متدین، اون بازاری، اون روحانی، علی حجتی که من و شما میشناختیم، این واقعا با خلوص نماز میخوند، آدمی بود که سعی میکرد مسیر درستی رو بره، و آدمهایی که ما میشناختیم به عنوان آدمهای مذهبی. ولی امروز شما میبینید آیت الله کشور رئیس دزداست. خب این دیگه چیزی برای آیت الله باقی نمیمونه. برای همینم گفت تمام دوران اون پدر و پسر مراجع کبار، چه مراجعی ما داشتیم، حاج حسین قومی مراجع بزرگ، آقای بروجردی، دونه دونه مراجع رو ببینیم. 37 سال گذشته دو تا مراجع، 37 سال به قول شما یه دونه واعظ اینا در حد راشه تربیت نگه. نه الان بخوان خطیب معروف و درست و اینا و فلسفی بود. فلسفی رو باز هم شما مثال زده میشه. ولی برگردیم به موضوع سوال پیشین های سازگارا. خب ایران کشوری کم آبی، مدیریت آب درش بسیار مهم بوده، پیش از انقلاب مورد توجه بود این نکته، نکته کم آبی ایران، و به هر حال مدیریتی میشده. این عدم کفایت افزایش جمعیت چه چیزی هست؟ بیتوجهی، عدم کارشناسی هست که ممکنه فرد پس فردا بیان خب میگن خب آب نیست، به جایش راه حلش اینه مثلا پپسی یا کوکا بخورید. چی هست قضیه؟ چرا اینطور نشستن اون بالا و همینطور آمریکا غلطی نمی کند کافی است؟ به قول معروف آب و نون میشه برای مردم؟ چی هست؟ نه خیر، اصلا ببینید مسئله مدیریت آب در کشوری مثل ما از عهد اولین حکومتی که پارس ها تشکیل دادن، دیاوکو در عهد مادها، تا همین امروز یکی از مهمترین وظایف هر حکومتی بوده که در ایران سر کار اومده. در یه نگرش کلان
آبی که ما در کشور داریم حدود 100 میلیارد متر مکعب در ساله. از این مقدار 3% مصرف صنعت حدوداً در حال حاضر، 7% مصرف مردم خوردن و آشامیدن و استحمام کردن و غیره، که البته خب آب فراوری شده و تصفیه شده باید باشه، 90% مصرف کشاورزیه. و در مصرف کشاورزی سالهاست، من از اول انقلاب یادمه، این بحث همواره مطرح بوده که ما اگر منابع آب رو که برای کشاورزی مصرف میشه درست مدیریت کنیم، یعنی کف بستر آب رو بپوشونیم که تو زمین فرو نره، روش رو بپوشونیم که تبخیر نشه تا بستر زمین میرسه، شیوه آبیاری رو به جای غرقاب کردن شیوه های تحت فشار بکنیم، در واقع قطره‌ای یا پاششی و غیره، کاری که همه جای دنیا میکنن، دست کم 40% صرف جوی خواهد، یعنی نزدیک به 40% از اون 90% که از منابع آب کشور صرف کشاورزی میشه صرف جوی میشه. و شما ببینید در اون حالت دیگه اصلا این مشکل نخواهد بود که ما در شهرها به مردم بگیم یه لیوان آب نخور یا یه قلوب آب نمیدونم کمتر بخور و از این حرفایی که صبح تا شب دارم میگن. و این اتفاق نیفتاده، برعکس در کمال سوء مدیریت، به جای مجموعه شاید 100,000 حلقه چاه که ظرفیت کشور نزدیک به 800,000 حلقه چاه عمیق حفر شده، بی‌لیاقتی وزارت نیرو و ندانمکاری در نتیجه، و صدها بلکه ده‌ها یا صدها شاید سد بی‌رویه ساخته شده که پولش رو آقایون سپاهی‌ها خوردن و یک عده عوان و انصارشون که بسیاری از اونها اصلا اکوسیستم رو در اون منطقه به هم زده، که بزرگترین مثالش در واقع دریاچه ارومیه است که اینطور با مرگ در واقع این نگین فیروزه‌ای ایران دست و پنجه نرم میکنه. بنابراین آب در کشور درست کمه، ولی به خصوص با امکانات امروز راه حل داره، چاره داره. و شاید اگر من میخواستم تصمیم بگیرم بهترینش این بود که از متخصصهای تراز اول وزارت نیرو استفاده میکردم و بهترین مشاورهای آب در دنیا برای اینجور پروژه ها شرکتهای کالیفرنیایی یا اسرائیلی در اون منطقه دانش و تجربه بالایی دارن، آدم دعوت میکرد و پروژه بزرگ و کلانی هم هست در سطح کشور. اتفاقاً هزینه اصلیش هم ارزی نیست، ریالیه، همه امکاناتش هم در ایران قابل ساخته، خیلی هم کارگر بره و میشد به شکل یک اولویت اول در دستور دولت آقای روحانی یا هر دولت دیگه قرار بگیره که هم این مشکل رو که به حیات مردم بستگی داره حل بکنه و هم بلافاصله میتونه شاید بیش از 1,000,000 نفر رو به یک اشتغال موقتی در واقع مشغول بکنه تا مثلا یه پروژه 5 ساله. و این من یادمه از دولت آقای بازرگان هر وقت بحث بوده این مطرح بوده، یعنی شناخته شده بوده این مشکل، تا همین امروز که نه فقط حل نشده بلکه هر روز بدتر هم. خب ولی اولویت اول ظاهرا سوریه است، یمنه. بله. اینا چی؟ اینا آب و نون نمیشه؟ ببینید چرا میشه. ببینید آقای چالنگی عزیزم، جمهوری اسلامی به طور متوسط اگه در نظر بگیریم سالی 1,000,000,000 دلار میده به حزب الله، یعنی حزب الله 12,000 نفر نفرات داره، این 12,000 نفر حداقل حقوقشون 700 دلاره و حد اکثر بالاتر تا 6,000-7,000 دلار آقای شیخ نعیم قاسم و این امثال هم داره. صدها میلیون دلار اسلحه بهشون میده، ترینینگ، آموزش، غیره غیره. 250 میلیون دلار به حماس داده بود، حالا یه مقدار کمتر شد. این گروه هایی که تو عراق هستن صدها میلیون دلار هزینه برمیدارن. تو افغانستان از حکمتیار پول میده تا آصف محسنی و امثال هم که پول ازش میگیره. تو پاکستان جمعیت نفاذ جعفری پول میگیره. تو نیجریه شیخ ابراهیم زکزکی پول میگیره. شیخ ابراهیم کی؟ زکزکی.
این چه جور شیخی؟ خامنه‌ای در اونجا شیعه شده و حسینیه براش زدن. تو بورکینافاسو، تو تانزانیا، تو ماداگاسکار، هر جایی لانه جاسوسی درست کردن به اسم حسینیه، مرکز فرهنگی که دید عمر بشیر درشو بس. حالا صحبت اینه، چراغی که به مسجد رواز، به خانه رواز، به مسجد حرام است، اینا عکسش کردن گفتن چراغ اصلا به مسجد، اونم مسجدایی که بیرون ساختی. خب شاید این ملتی که آقای خامنه‌ای میگه همینا، یعنی امت اسلامی میگن آقای خامنه‌ای بگن پسر حسن نصرالله سردرد داره خوابش نمیبره، اما بگن همه ملت ایران بیمارن، این خیالشون نیست، مهری به این ملت نداره. یه مش آدمای مزدور و مطیع هستن، مطیع و منقاد، خب یه لقمه نونی میندازه جلوشون میخورن. ولی ببینید یک اساسی رو در نظر بگیرید، آقای خمینی اومد این تخم لق صدور انقلاب رو انداخت تو دهانه. همین صدور انقلاب و سیاست ها و تبلیغات نظام باعث شد صدام بترسه حمله کنه به ایران و اون مصیبت 8 ساله جنگ. تا نفس کشیدیم اومدیم یه خود راحت بشیم، این بازی هایی که تو لبنان در آوردن، بعد تو سوریه، حالا ایران درگیر، حالا چه اتفاقی داره میفته در سوریه. ترکیه و عربستان با هم توافق کردن، قطر هم مهار زدن بهش، در نتیجه کمک ها الان متمرکز شده روی غیر از جبهه نصرت و داعش و غیره، ارتش آزاد، جیش شام، احرار شام، اینا همه متحد شدن من. فرماندهی واحد زدن و دارن میرن جلو، ادلب رو گرفتن و نقاط دیگه. و خود بشار اعتراف کرد همین چند روز پیش، قاطی دیش داده بود که بله ما شکست خوردیم، ولی شکست در یک نبرد دلیل بر باختن معرکه نیست. نه. حالا دلخوش حرف معروف دو گل بوده، بله یکی از این حرفایی که فرماندهان نظام. حالا آقای خامنه ای در یمن ضربه ای خورد که تصورش رو نمی کرد. تمام این بازی هم ناو بفرستیم، تیاره بفرستیم، همه برای اینکه جلو مردم بگه ما هنوز هستیم، ولی اون فیلم تیاره عربستانی رو نشون میداد همراه ماهان ایر چجوری بدرقش کردن که بره بیرون و فرودگاه صنعا رو زدن که نشینه. ناواشون هم که با یه اشاره آمریکا برگشت، دو تا ناو فرستادن، اولش آقای حبیب سیاری داد و بیداد کرد میریم میزنیم میریم تو باب المندب، از دور واستادن، حالا برای مردم داستان تعریف میکرد، پیروز مرده بودم از خنده، یه هواپیما داشت رد میشد با بیسیم، گفتن مواظب باشین از 5 مایلی جلوتر نیاین، یارو هم جواب داد بله دریافت شد، اصلا محل نذاشت که شما چی میگین، اون اصلا 5 مایلی داشت میرفت رعایت، یعنی اگه میومد واکنش چی بود؟ هیچ. شاید میگفتن ما گفتیم که نیاین، حالا یارو یک دونه شلیک میکرد موشک، یعنی اینکه از 5 مایلی جلوتر نیاین، اگه میومد شاید میگفتن که حالا که اومدی خوب اومدی دیگه، حالا که اومدی اومدی، اگه پپسی داری یکی بنداز. حالا قرارم اینه که این چیزهایی که تمام به ضرر ایرانه، به مصلحت ملت ایران نیست، علیه مصالح عالی ماست. مردم ایران با شعار نه لبنان نه غزه، نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران، نشون دادن چی میخوام. آقا نمیخوام، نمیخوام به حماس کمک کنم، از مردم مظلوم فلسطین حمایت میکنم، اما مردم مظلوم خودم هم دارم تو بلوچستان دارم که آب ندارن، نان ندارن، دریاچهشون خوش شد به خاطر بیلیاقتی شما. و حالا ببینید جمهوری اسلامی نظامی است که اصلا به مسئله ملی توجه نداره، به مصالح ملی هم توجه نداره. اینو گفته آقای خمینی، اولا گفت ملیگرایی کفر، حالا بگذاریم نیاز روزگار باعث میشه حسن روحانی بره تخت جمشید ببینه و از این حرفا بزنه، اون به جای خود. ولی اگه معادله رو اینطوری کنیم که آقای خمینی همونطور که آقای ولایتی هم یه زمانی گفت، بیاد بگی که آقا جان ما امت اسلامی، حالا درسته میگیم ملت بر به هر دلیلی، ولی نگاهش این باشه که امت اسلامی، امت اسلامی جغرافیای خاصی نداره، تمام بلاد اسلامی میتونه با این تعبیر بشه که امت اسلامی در یمن هر چه که هست. شما چه خواهید گفت؟ ما داریم حمایت میکنیم. بله. زمانی شما میتونید از امت اسلامی حرف بزنید که اول امت خودتون رو وضعش رو درست کرده باشید.
شما امت خودتون فلاکت میشه، 6 میلیون شک کشور فرار کرده، شما امت خودتون اول درست کنید. بیکن نمونه زمان عباسیان شما نگاه میکنید، طوری مملکت رو درست کرده بودن که کشورهای دیگه خیلی ها علاقه داشتن بیان تو این امپراتوری. ببینید، برای اینکه اونجا شما مرکز علم، مرکز دانش، پیشرفت موسیقی، خلیفه‌ای که پسر عم پیغمبر بود، نواده عم پیغمبر بود، زیباترین رقاصان، ماهرویان و موسیقیدانان رو تو دربارش داشت و شادمانی رو با مردم تقسیم میکرد. بزرگترین بیمارستان رو تو بغداد ساخته بود، بزرگترین کتابخونه و دانشگاه ساخته شده بود اونجا. حالا غرضم اینه، این حضرات و این حکومت و اینا براشون اصلا مطرح نیست. اینا شما بی خود میکنید اسم امت ملی. دکتر زیبا کلام میگفت چه کسی به شما اجازه داده، وکالت داده که بخوایم بیان اسرائیل رو نابود کنیم؟ ملت فلسطین که اسرائیل رو به رسمیت شناختن، الان هم اسرائیل هم عربستان هم جای دیگه رو میخوان نابود کنن. یعنی شما تمام آقای زیبا کلام میگه واقعا شما به چه حقی اسلام بهتون اینو گفته، مذهب شیعه گفته، ملت‌های عرب از شما خواستن برین نجاتشون بدین، به شما چه ربطی داره؟ عبدالله نوری هم تو دادگاه گفت آقا ما کاتولیک تر از پاپ نیستیم. آقای عرفات، آقای ابو مازن همه اسرائیل رو به رسمیت شناختن و الان هم تهدیدایی که علیه کشورهای عرب از زبان مسئولان میشه و عملا در یمن چنان بسیار اسمان تأسف. اما آقای سازگارم، نکته این هستش که بارها پنهانم نکردم، مسئولان جمهوری اسلامی که حتی خوزستان هم از دست ما بره، خوزستان با کارون نازنینش که هست از دست بره مهم نیست، سوریه از دست نره. این چه واقعا همین نیستش که اعتقادی و عقیدتی باشید؟ چه نقشی داره این پیوستگی در تداوم حکومت ایران؟ یعنی چه خطری احساس میکنه؟ آیا اونطور که بعضی از تحلیلگران میگن، چه ایرانی چه غیر ایرانی، سقوط حکومت سوریه مثل این بازی های چی میگن لوگو هست که ممکنه اثر بنیادی بذاره روی حکومت ایران و متزلزل بشه یا متزلزلتر یا هر چه که هست؟ ببینید، به هر حال سیاست خارجی جمهوری اسلامی 35-6 سال روی محور آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی بنا شده و محورش این قرار گرفته در منطقه که اسرائیل باید از صحنه روزگار محو بشه و در ارتباط با آمریکا هم کاشتن گروه‌های تروریستی مثل حزب الله لبنان که فانکشن دوگانه‌ای دارن، کارکرد دوگانه‌ای دارن، هم سیاسی هن هم میلیشیا و دست بسله هستن در همه این کشورهای منطقه، این اون دستورالعملی است که دنبال کردند و تصور بر این بودی که اینطوری در منطقه قدرتمند میشن، جلوی امریکا میستن، نهایتا هم اسرائیل رو برمیاندازن. این استراتژی غلط و زیانبار الان رسیده به جایی که الان نبردهایی که در سوریه در جریانه، مخالفین قلمون رو ظاهرا دارن میگیرن که راه رسوندن اسلحه به حزب الله لبنان از سوریه است و به همین دلیل هم حزب الله لبنان خط نشون کشیده که حمله میکنه، وارد عملیات میشه در اونجا. و به نظر من حالا جزئیات سوریه آقای دکتر نوریزاده بهتر از من میدونن، ولی در کلان که من نگاه میکنم، بسیار مفسرین میبینم الان در امریکا صحبت میکنن یا مقاله مینویسن، کم و بیش همه معتقدن که به زودی رژیم اسد سقوط میکنه. تأثیرش بر حکومت ایران چه خواهد؟ دقیقا ببینید، این یک شکستی میشه برای آقای خامنه‌ای و سپاه که عملا یک بخش تبلیغشون برای خودشون و هوادارانشون و پشتیبانانشون این بوده که ما یک ابرقدرت منطقه‌ای هستیم، ما رژیم اسد رو نگه داشتیم علارغم همه دنیا و همه عرب‌ها، ما در اسرائیل نمیدونم اینجوری میکنیم، در اینجا اونجوری میکنیم. درست به نظر من این حادثه، سقوط اسد، قابل مقایسه است با شکست جنرال گالتیری
و نظامیای آرژانتین در نبرد فالکلند که بعد از اون بسیاری از خود نظامی ها ناراضی شدند و پشت کردن به ژنرال ها. در ایران یادمون باشه اون وقت غیر از بدنه سپاه که شک خواهد کرد به همه این شعارها و این استراتژی ها، ما یه نیروی دومی هم داریم، اونم ارتشه که در همه مناقشات بی‌طرف وایساده، ولی در واقع از این نظامیگری ماجراجویانه ناراضی است و احتمال زیاد میتواند در تحولات آینده کشور که مهمترینش بحران جانشینی است نقش بازی بکنه. یادمونم باشه همزمان با این شکست که داره رقم میخوره، یک شکست دوم هم داره رقم میخوره برای خامنه‌ای و سپاهی‌ها، اونم مسئله هسته‌ای است که با مصوبه سنای امریکا که این هفته پیش رو در مجلس نمایندگان هم تصویب خواهد شد، کنگره امریکا وارد مذاکرات هسته‌ای میشه و اون سه شرط آقای خامنه‌ای، یعنی مسئله برداشتن یک جای تحریم ها، مسئله عدم بازرسی از مراکز نظامی و مسئله عدم توقف تحقیقات هسته‌ای، قطعا محقق نخواهد شد. و پیش آهنگام آقای عراقچی شروع کرده به گفتن اینکه الحاقیه NPT رو، پروتکل الحاقی رو ما میپذیریم و در پروتکل الحاقی بازدید از مراکز نظامی هم هست. این هم شکست دومه و این شکست ها در سالی که هم انتخابات در ایرانی که خودش بحران آفرینه، وزیر اطلاعات هم میگه منتظر التهاب و بحران هست، در درون نظام و اعوان و انصارش و هم در درون اقتصاد کشور و هم مسئله بیماری های خامنه‌ای، به نظرم باید منتظر فعل انفعالات سیاسی و جا به جایی پاره مهره ها در شطرنج سیاست ایران بود. بسیار. البته نکته فاکلند رو که اشاره میکنی، حالا امیدوارم در برنامه های دیگه بتونیم بهش بپردازیم. به هر حال اونجا یک مورد نزاع بود فاکلند، یعنی مالکیتش آرژانتین، یه مستمسکی بالاخره ژنرال های آرژانتینی داشتن با انگلستان که روبرو شدن. بله، ولی در سوریه، در سوریه منظور من این هستش که در سوریه این رجزخانی ها در همون منطقه این روزده که بسیار بود، آقای قذافی، آقای صدام حسین و و و و بسیار سر از کجا دارم. نه منظور من ولی... رژیم از دست دادن سوریه، یعنی از دست دادن حزب الله، چون راه بسته خواهد شد. آقای حسن نصرالله یا باید سرش رو عمامه رو بزنه پایین بیاد بشه جزء احزاب لبنانی، دست از شعار ما نوکر ولی فقیه هستیم برداره، بله، ولی نابود میشه. خب چرا اصلا، چرا یعنی آقای حسن نصرالله و اسلاف ایشون چه خدمتی به مسئله فلسطین کردن؟ هیچی. چه خدمتی کردن به کل مردم لبنان، لبنانی که اگر اینا نبودن امروز فلسطینی ها وطن داشتن و پرچمشون بالا بود، اگر این جماعت اوچی و اینا که دو تا سرباز اسرائیلی گرفتن نابود کردن لبنان رو. من. اینا به هیچ وجه نه در خدمت لبنانن نه در خدمت ایرانن، اینا در خدمت هوس و نفس و رویاهای جنون‌آمیز هستن. حرف در نمیارم، همه اینا اهل عرفان و دعای شب و قفیله و نمازهای مختلف هست. حسن نصرالله از خوف خدا میبینین که چقدر لاغر شده آقای حسن نصرالله. سپاسگزار هستیم آقای نوری‌زاده عزیز، با سپاس از آقای محسن سازگارا در واشنگتن آفتابی و خوب. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، آسماری، کوهساران دنا، دراک و زاگرس و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. We'll be right back.